مهمان من روزنامه نگار است و تا چندی پیش روزنامه نگاری مورد اعتماد در رسانه های رسمی کشورش ایران. ولی ماجرای چهار سگ که خبر اون را او در وبلاگش منتشر کرد مسیر زندگی او را تغییر داد. اعتماد از او سلب شد، بازداشت شد و بلاگش بسته شد و در آخر مثل بسیاری دیگر از همکاران رسانه‌ایش کشورش را ترک کرد. آیا سرنوشت او یک استثناست یا مشتیس نمونه خروار در فضای رسانه‌ای ایران امروز؟ رضا ولیزاده، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. درود بر شما و بینندگانتون در ایران و هر کجای دیگر جهان. آقای ولیزاده، داستان اون چهار سگ چی بود که شما رو به مخمصه انداخت؟ خب ماجرا از اینجا شروع شد که چهار سگ حفاظتی رو که کارشون چک کردن اماکنی هست که برای بازدید مقامات رسمی استفاده می شدن، چک کردن اماکن برای اینکه در اونجا مواد منفجر وجود نداشته باشه شروع شد. این سگ‌ها رو در نمایشگاه مطبوعات به کار گرفتن و نمایشگاه مطبوعات جایی بود که قرار بود رئیس جمهور از اونجا بازدید کنه و در اونجا برنامه سخنرانی داشته باشه. خب این سگ‌ها در یک فاصله زمانی در این اماکن رها می شدن برای اینکه چک کنن ببینن اونجا یه مواد منفجر وجود داره یا نه. من این خبر رو با جزئیاتش در مورد قیمتی که برای سگ‌ها اختصاص پیدا کرده بود نوشتم که رقم 600 میلیون تومان برای خریداری این سگ‌ها اختصاص پیدا کرده بود و از کشور آلمان خریداری شده بودند و جزئیات دیگری در مورد این اتفاق رو نوشتم و این رو در وبلاگم منتشر کردم. رسانه‌های خارج از ایران و همینطور داخل ایران این خبر رو استفاده کردند، اما انتشار این خبر از طرف سپاه انصارالمهدی و نهاد ریاست جمهوری مورد غضب واقع شد و از من شکایت کردند. من از طریق دادسرای کارکنان دولت احضار شدم و به زندان اوین من رو فرستادن و از زندان اوین هم راهی قزلحصار شدم. بعد با یک وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شدم و این وثیقه بعدها تبدیل به قرار کفالت شد. اما نکته که در این خبر بود این بود که من رو تفهیم اتهام کرده بودن به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و همچنین افشای اسرار نظامی و توهین به تیم حفاظتی رئیس. ولی به طور مشخص از این خبر در تفهیم اتهام اسم برده شده بود، یعنی در واقع شما رو به این دلیل بازداشت کردن که شما این خبر منتشر کردید؟ بله دقیقا، من رو به خاطر انتشار همین خبر محاکمه و در واقع تفهیم اتهام میکردن و بازداشت کردن. آقای ولیزاده، شما سالها در رسانه های ایران کار کردید، در روزنامه های کار کردید، در رادیو بودید، در رادیو گفتگو مجری بودید، در شبکه پنج تلویزیون مجری بودید و در واقع مورد اعتماد بودید. چی شد که شما در واقع مسیرتون رو از نظر فکری به روالی که کار میکردید عوض کردید؟ چه چیز باعث شد که شما نظرتون تغییر بکنه؟ خب ببینید، من به عنوان یک روزنامه نگار مستقل و نه یک فعال سیاسی یا روزنامه نگار حزبی در ایران کار روزنامه نگاری می کردم و الان هم خارج از مرزهای ایران با همین سبک و سیاق کار می کنم. اگر در رسانه های رسمی ایران کار کردم، اگر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار کردم، اگر در روزنامه های وابسته به دولت هم کار کردم، هرگز استقلال حرفه‌ای رو قربانی موقعیت شغلی نکردم و دقیقاً رادیو رو در شرایطی رها کردم و استعفا دادم که وادار می‌شدم به خوندن خبرهایی که چندان درست نبود یا اینکه از انتقاد از دولت و از انتقاد از سیاست‌های غلط دولت برحذر داشته می‌شدم. بنابراین اگر در این رسانه فعالیت داشتم، هرگز به معنای این نبود که استقلال حرفه‌ایم رو نادیده می‌گرفتم و به گونه‌ای در مورد خبرها عمل می‌کردم که با استانداردهای یا کدهای جهانی اخلاق روزنامه‌نگاری در ارتباط نبود. یعنی این شیوه آقای ولیزاده، این شیوه ای که الان شما توضیح دادی در مورد فشاری که به روزنامه‌نگاری مثل شما میومد، آیا یک سیاست بود، یک سیاست کلی بود، یا اینکه بسته به میل سردبیراتون بود؟
از هر دو میشه در واقع از هر دو عامل نام برد در اینجا. عامل اول سیاست کلی رسانه‌ای در جمهوری اسلامی که مطبوعات رو به عنوان ناظر بر عمل کرده خودش به رسمیت نمیشناسه و از اونها توقع داره که فقط در مورد عمل کرده او تمجید و مداهی بکنن. اما بخش دیگریش خط قرمزهای سلیقه‌ای ارباب جرایت هست، سردبیرانی که هر یک به میزان وابستگیشون به نهادهای قدرت خط قرمزهای سلیقه‌ای تری رو تعریف میکردند. اما چیزی که باعث شد در واقع من این فضای کاری رو ناچار بشم ترک بکنم این بود که خب ما در ایران با طیف‌های وقتی از مجموعه روزنامه‌نگاران صحبت میکنیم با طیف‌های مختلفی از روزنامه‌نگاری سر و کار داریم. نمیتونیم بگیم روزنامه‌نگاران در ایران با این شرایط مواجهن. ما 4 طیف روزنامه‌نگار در ایران داریم. طیفی که روزنامه‌نگاران مستقل هستند و کار روزنامه‌نگاری رو با اخلاق حرفه‌ای و استانداردهایی که موجود هست انجام میدن. یک طیف از روزنامه‌نگاران حزبی که با احزاب مخالف دولت یا احزاب مخالف یا معترض به جریان حاکم همکاری میکنند و طیفی از روزنامه‌نگارانی که حامیان دولت و حاکمیت هستند و طیف دیگری که روزنامه‌نگاران خونسا هستند. طیف نخست طیفی هستند که به هر حال دارن کار حرفه‌ایشون رو انجام میدن. موج مهاجرت در میان این طیف هم اتفاقا بیشتره و با توجه به اینکه دارن کار حرفه‌ای میکنن اتفاقا از بقیه روزنامه‌نگارا بیشتر با خطر بیکاری مواجهن، امنیت شغلی اونها بیشتر به خطر میفته. و طیف دوم طیفی هستن که خب یک سال قبل از انتخابات دیگه این امید رو داشتن که میتونن بعد از انتخابات وقتی که فضا گشایش بیشتری پیدا کرد در شرایط بهتری کارشون رو ادامه بدن و دو طیف بعدی هم براشون فضا خیلی فرقی نمیکرد. من به عنوان کسی که خودم رو به طیف نخست در واقع وابسته میدونم و خودم رو در طیف نخست دستبندی میکنم، در شرایطی با کار خبری مواجه شدم که احساس میکنم خط قرمزهایی وجود داشت که باید اونها رو خط قرمزهای خوبی تحقیق. آقای ولیزاده، شما نزدیک 12 سال کار کردید. اگه این یک سیاست می بود قاعدتا باید این سیاستی بود از روز اول شروع به کارتون در دستگاه رسانه ایران باید با این مواجه می شدید. چطور 12 سال طول کشید تا شما متوجه شدید که همچین سیاستی وجود داره؟ قطعا در چنین شرایطی حضور من در بیش از 20 رسانه در طی 13 سال کار مطبوعاتی، خب این رو اگر شما برای یک روزنامه نگار خارجی تعریف کنید خیلی براش تعجب آوره و تا حدودی خنده داره که یک روزنامه نگار چطور میتونه توی 22 تا رسانه ظرف 13 سال کار کنه. همه این جابجایی ها نشان از این داره و همه این تغییر در واقع خروج از یک روزنامه و رفتن به یک روزنامه دیگه معناش دقیقاً اینه که خب ما در یک جایی با سیاست‌های اون رسانه به مشکل برمی‌خوردیم یا اون رسانه توقیف می‌شد و ناچار بودیم که رسانه دیگه رو برای کار انتخاب کنیم. قطعاً در این شرایط ما دو راه پیش رو داشتیم، یکی اینکه جزء روزنامه‌نگارانی باشیم که مهاجرت می‌کنن یا روزنامه‌نگارانی که در اون شرایط تلاش می‌کنن از حداقل و کف آزادی بیانی که وجود داره بیشترین استفاده رو بکنن. شما اصولا مسیری که طی میشد تا اینکه کار روزنامه‌نگاری شما بروز خارجی پیدا میکرد، حالا در رادیو تلویزیون منعکس میشد یا در روزنامه ها درج میشد، و این مسیری که طی میشد که شما بعدها باش موافق نبودید، میتونید توضیح بدین که چی جور بود؟ یعنی از کجا شروع میشد و به کجا ختم میشد؟ خب ببینید، ما یک روزنامه نگاری رسمی داخل ایران داریم که ما میتونیم خبرها رو به رسانه‌های رسمی کشورمون بدیم و اونها منتشر کنن، اما عموم اخباری که در مقابل یک روزنامه نگار وجود داره اخباری نیستن که بشه در رسانه‌های رسمی منتشرش کرد. تاریخ روزنامه نگاری در ایران و تاریخ مطبوعات پیش از اینکه سرشار از اطلاع رسانی باشه سرشار از سکوته. سکوت در برابر بسیاری از سرکوب‌ها، قتل‌ها، فشارها و نادیده گرفتن عموماً بخشی از حقیقتی که در جامعه وجود داره. به طور طبیعی وقتی ما با چنین خبری مواجه می‌شدیم امکان انتشار اون در رسانه‌های رسمی وجود نداشت. بعد از اینکه من در وبلاگم هم خب اخباری رو منتشر می‌کردم که چندان خوشایند حاکمیت نبود و اون نتیجه رو برای من داشت، چاره‌ای جز این نمی‌دیدم که
در وبلاگ‌های ناشناس و مستعار و با نامی به غیر از نام خودم این کار رو ادامه بدم. چه تغییری حس کردید بعد از اینکه آقای احمدی نژاد سر کار اومدن؟ چون بسیاری انتقاد میکنن که رسانه‌ها محدودتر شدن بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد. اون دوره گذشته زمان آقای خاتمی که بسیاری از روزنامه‌ها رشد داشتن، بسیاری روزنامه جدید به وجود اومدن و فضای خود بازتر بود، به طور کلی مسدود شد. شما این تجربه رو داشتید؟ خب دقیقاً این اتفاقی که می‌فرمایید کاملاً درسته. قبل از آقای احمدی نژاد ما 8 سال دوران آقای خاتمی رو تجربه کردیم، دوران اصلاحات که یک بار شکوفایی مطبوعات و رشد مطبوعات رو شاهد بودیم. از طرفی طیف جدید یا نسل تازه ای از روزنامه‌نگاران وارد عرصه شدند، طیف جوونی وارد بازار کار روزنامه‌نگاری شدند که بعد از ورود آقای احمدی نژاد با یک عرصه بسیار محدود مواجه شدند. شاید بشه گفت از یکی از نقاط مبدع مهاجرت روزنامه‌نگاران از ایران آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد بود که در سالهای پایانی این مهاجرت اوج گرفت. شاید سال 77 رو حتی بشه به عنوان اوج این مهاجرت ازش نام برد، که وقتی بضاعت‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ای تازه‌ای در خارج از مرزهای ایران باز شد، از جمله حتی تلویزیون فارسی بی بی سی، دیدیم که چه تعداد از روزنامه‌نگاران ایرانی از ایران مهاجرت کردند. و اگر بخوایم نبض کیفیت حیات مطبوعات در ایران و حیات روزنامه‌نگاران در ایران رو بگیریم، شاید این یک معیار خوب باشه اگر بخوایم میزان علاقه روزنامه‌نگاران به خروج از کشور و فعال شدنشون در رسانه‌های خارجی رو معیار قرار بدیم. فکر می‌کنم یک آمار شگفت‌انگیز و بسیار جالب وجود داشته باشه. اگر در این مورد شما از واحدهای استخدام و جذب نیرو در رسانه‌های خارجی فارسی زبان، از جمله رادیو فردا، بی بی سی فارسی یا روزنامه‌ها و یا رسانه‌های دیگر، شما یک استعلام بگیرید و یه عدد و رقم فقط به دست بیاد که چه تعداد روزنامه نگار تقاضای استخدام در این رسانه ها رو دارن، میتونیم نبض کیفیت حیات رسانه‌ای در ایران رو بهتر بگیریم و متوجه بشیم که مطبوعات و فعالان این عرصه با چه شرایطی مواجه هستند. بله، شما فکر می‌کنید این تغییر سیاست در دوره آقای احمدی نژاد نسبت به رسانه ها به چه دلیل بود؟ یعنی به هر حال آیا فکر می‌کردن که رسانه ممکنه مثلا اون کنترل لازم رو، کنترل سیاسی لازم بر فضای جامعه رو از دستشون بگیره؟ ببینید، سیاست انتقادی در مطبوعات ایران یک یا ویژگی‌هایی که در واقع در مطبوعات دیگر دنیا وجود داره که بخشیش نظارت بر عملکرد دولت هاست، در ایران تعریف دیگری ازش وجود داره. دولت نهم هم مثل سایر دولت‌های دیگه و البته بیشتر از دولت‌های ما قبل خودش، نگاهش به نقد نوعی در واقع جدال و نبرد جریان رقیب بود برای اینکه این اونها رو از اریکه قدرت پایین بکشه. و تعبیرشون از اطلاع رسانی و انتقاد مطبوعات پیش از اینکه یک تعبیر رسانه‌ای باشه، یک تعبیر سیاسی بود. و قاعدتاً در این تعبیر و در چنین تحلیل و تأویلی از فضای انتقادی مطبوعات، قاعدتاً به جای اینکه برخورد رسانه‌ای صورت بگیره با این پدیده، برخورد سیاسی صورت می‌گرفت و با مطبوعات و با آنچه که نامش انتقاد از دولت بود و نظارت و یا آنچه که در واقع روح کلی مطبوعات هست به عنوان رکن چهارم دموکراسی، خب یک برخورد کاملا سیاسی و امنیتی صورت می‌گرفت. خب به نظر می‌رسه با همه اینها فضای به اصطلاح وبلاگ در جامعه ایران برای روزنامه‌نگار یه مسیر، یک محل فراریه در واقع به جایی که ممکنه دست و بالشون یه خود بیشتر باز باشه. علت اینکه شما به هر حال گرایشی پیدا کردید و در سالها وبلاگ داشتید و از اون طریق مسائل و خبراتون رو می‌گفتین، اینه که فکر می‌کنید دستتون ممکنه خود بازتر باشه؟ خب ایران به عنوان یکی از کشورهایی که شاید بشه ازش به عنوان دارنده بیشترین شمار وبلاگ نویسان در جهان بعد از چین نام برد و یا همتراز چین و کشورهای دیگری که در این عرصه خب خیلی وبلاگ نویس دارند، پیش از هر چیز میشه گفت که این اتفاق یک اتفاق
یک اتفاقی است که نشان از این داره که مطبوعات سالم و آزاد در ایران وجود نداره. ما هم در شرایطی که با خبری مواجه می شدیم، با رویدادی مواجه می شدیم که پشت پرده های اون رویداد و حاشیه های اون رویداد رو امکان انتشارش رو نداشتیم و فقط بخشی از بخش پاستوریزه اون خبر رو میتونستیم در رسانه های رسمی منتشر کنیم، میموندیم با اون بخشی از واقعیت و حقیقتی که قابل انتشار نبود و این بخش از حقیقت رو باید جایی منتشر میکردیم که در اون سردبیر خودمون بودیم و امکان انتشار در اختیار خودمون بود. بنابراین وبلاگ بهترین ابزاری بود که میشد اون بخشی از خبر رو که امکان انتشار در رسانه های رسمی رو نداره در اونجا بازتاب بدیم و مخاطب اون رو ببینه. خب، ولی در این حال فشار بر وبلاگ‌ها هم به همون دلیل زیاد شد در ایران. دقیقاً، شاید اینکه از وبلاگ‌ها به عنوان رکن پنجم دموکراسی نام برده میشه در ایران یکی از همین دلایل نامگذاری همین باشه و وقتی وبلاگ‌ها کار زمین مونده روزنامه نگاران و روزنامه‌ها و رسانه‌ها رو داشتن انجام میدادن و هنوز هم دارن انجام میدن، طبیعیه که هم با فشار بیشتر، تهدید و سرکوب بیشتری مواجه بشن و همین که اتفاقا مخاطبان بیشتری داشته باشن. آقای ولیزاده، شما در طی این دوره کارهای روزنامه‌نگاریتون نقطه عطفی زندگیتون، زندگی حرفه‌ای روزنامه‌نگاریتون رو کجا میبینید؟ من فکر میکنم اگر بخوام از یک نقطه عطف صحبت کنم، شاید بهتر بگم باید از یک اتفاق تاریخی صحبت کنم که اون انتخابات ایران هست. ما پیش از انتخابات خب در 4 سال با یک فضای محدود مواجه بودیم که یک ماه قبل از انتخابات این فضا به طور خب خیلی جالبی باز شد، امکان انتقاد فراهم شد، همه از دولت و حاکمیت میتونستن انتقاد کنن، البته از دولت، و البته همیشه این فضای انتقادی و آزادی بیانی که پیش از انتخابات مرسوم دولت جمهوری اسلامی است و شکل میگیره فضای بسیار خطرناکی که در اون باز هم اخلاق رسانه‌ای و حرفه‌ای قربانی میشه. و بعد از انتخابات خب به طور طبیعی این فضا کاملا متفاوت شد. ما با یک سونامی سرکوب مواجه شدیم، سونامی سرکوبی که برای اطلاع رسانی در مورد اون خبرنگاران خارجی رو از ایران اخراج کردند. امکان فعالیت خبرنگاران خارجی وجود نداشت. امکان اینکه ما در رسانه‌های رسمی کشور اخبار مربوط به سرکوب و درگیری نیروهای معترض با دولت و حاکمیت رو در خیابان‌ها گزارش کنیم و اطلاع رسانی کنیم وجود نداشت. و به طور طبیعی نوعی از روزنامه‌نگاری چریکی یا پارتیزانی شکل گرفت، یک نوع از روزنامه‌نگاری زیرزمینی شکل گرفت که در این فرایند بسیاری از کسانی که حتی در عرصه‌های سیاسی قلم نمی‌زدن وارد این حوزه شدن. من در طول 13 سال کار روزنامه‌نگاری بیشترین حوزه‌ای که کار کردم فرهنگ و هنر بود و اصلاً در حوزه سیاسی به اون شکل فعال نبودم. خیلی از روزنامه‌نگاران دیگری که مثل من در حوزه‌های دیگری فعالیت می‌کردند بعد از انتخابات با شرایطی مواجه شدند و با سونامی مواجه شدیم که چاره‌ای جز این نبود که برای اینکه این اخبار به گوش جهانیان برسه، به گوش دنیا برسه و در داخل هم مردم ما در شهرهای دیگه مطلع بشن از این ماجرا، در این مورد اطلاع رسانی کنیم. بنابراین یک شبه شاهد رویش وبلاگ‌های ناشناسی بودیم که به هر حال محصول همین شرایط بود. و شما فکر میکنین در مجموع وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیاری از افراد و از جمله بسیاری از روزنامه‌نگاران رو هم سیاسی کرد به نوعی؟ این اتفاق سیاسی نویس کرده بود. دقیقا، بسیاری از بهتر عبارت سیاسی نویس رو در واقع فکر میکنم اگر انتخاب کنیم بهتر باشه. من شخصا باز هم وارد فعالیت سیاسی نشدم و اگر حتی به عنوان یک معترض در خیابان تهران حضور پیدا کردم و در تجمعات حتی اگر از نیروی ضد شورش کتک خوردم باز هم به عنوان یک شهروند بود، اما به عنوان یک روزنامه نگار هرگز این عرصه رو با موضوعات دیگر و یا مسائل سیاسی قاطی نکردم و همواره ولی آقای ولیزاده، درسته شما اینو میگید، ولی در این حال شما از رهبران جنبش سبز هم انتقاد میکنید که اونها مثلا به ممیزی شعارهای مردم میپردازند و سانسور میکنند. چیه منظورتون؟
خب ببینید، متاسفانه در حال حاضر فکر میکنم جنبش سبز یا آن چیزی که اسمش حرکت اعتراضی مردم ایران که بهش جنبش سبز گفته میشه و البته با تعاریف جنبش در جامعه شناسی سیاسی فاصله زیادی داره، در ایران حرکت مردم معترض با شعارهای متفاوت و مختلفی شکل گرفته و همچنان حس میکنم که زنده است، اگرچه آتش زیر خاکستر باشه. رهبران جنبش با یک تاکتیک و یا نوعی مصلحت اندیشی معتقدند که برخی از شعارهای جنبش، از جمله شعارهایی که اصل نظام رو هدف قرار میده، شعارهای انحرافی هستند و پشت پرده اعلام میکنند که این در واقع موضع اینها به این علت هستش که مانع از سرکوب بیشتر حاکمیت بشن، مانع از این بشن که مردم معترض بیشتر سرکوب بشن و این یک تاکتیکه و اعتقادی به این ندارن. اما نکته دیگری وجود داره، اینکه آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه و آیا پشت این تاکتیک ممکنه که روی دیگر این سکه شکل گرفتن به هر حال نوع دیتازه‌ای از بنیادگرایی باشه. رهبران جنبشی که معتقدند تمامی صداهای مخالف رو باید شنید، بخشی از شعارهای مردم رو ممیزی و سانسور میکنن. یعنی به چه دلیل؟ من نمیفهمم چطور میشه ممیزی کرد. این شعارها مردم تو خیابون میدن، عده‌ای از مردم این شعارها رو میدن و شعارها رو، شاید منظور شما مثلا شعارهای مثل جمهوری ایرانی یا صحبتهای از این هست که در واقع میخوان کل نظام جمهوری اسلامی ایران برچیده بشه، حتما همچین نظرهایی هم وجود داره، ولی شما قبول میکنید که این نظر غالب تظاهرکننده و معترضین در جامعه ایران نیست و من نمیفهمم هم رهبران جنبش سبز چطور میتونن اینا رو سانسور کنن؟ اینا شعار میدن، شعاراشون هم در خیلی جاها پخش میشه. خب ببینید، از رهبران جنبش با توجه به اینکه به هر حال این جنبش بیشترین هدایت و هماهنگی رو از طرف اصلاح طلبان و همون رهبران جنبش که جزو اصلاح طلبان هستن داره، خب اصلاح طلبان یا رهبران جنبش به نوعی در حاکمیت جمهوری اسلامی و شکلگیری اون سهیم و شریک بودن و به طور طبیعی قاعدتا شعارهایی که اصل نظام رو هدف قرار میدن ممکنه در آینده شکلگیری یا آینده تصاحب قدرت در ایران برای اونها به هر حال خطرهایی رو به همراه داشته باشه. بخشی از این ماجرا رو میتونیم بپذیریم که مصلحت اندیشی رهبران جنبش هست، اما این مصلحت اندیشی ظاهر ماجراست. پشت این مصلحت اندیشی نکته دیگری وجود داره و اینکه اعتقاد واقعی رهبران جنبش این هست که خارج از چارچوب جمهوری اسلامی اعتقاد چندانی به شکل گیری جمهوری های دیگری از جمله جمهوری ایرانی یا یک حاکمیت دموکراتیک سکولار وجود نداره. خب ولی چه اشکال داره آقای ولی‌زاده اگه این نظرشون باشه و اعلام هم میکنن، مرتب اعلام میکنن که ما میخواییم که اصلاحاتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت بگیره و مردم هم ظاهرا حمایت میکنن از این نظرشون؟ خب مردم، در واقع تصوری که ما از مردم داریم و یا نگاهی که، تحلیلی که از مردم داریم این هست که خب چون اصلاح طلبان اونها رو رهبری میکنند، قاعدتا همه مردم هم با مواضعی که اصلاح طلبان دارند هماهنگ هستند. اصلاح طلبان بر پایه کف مواضع و مطالبات مردم دارند این نبرد سیاسی رو با حاکمیت جلو میبرند و تنها امکان یا تنها گروه سیاسی مخالف در داخل هستند که مردم از طریق اونها میتونن نبرد خودشون رو با حاکمیت ادامه بدن. بسیار. اما سقف مطالبات مردم چیز دیگری است. بسیار خوب. سقف مطالبات بسیار، خیلی متشکرم، متوجه صحبت شما شدم، وقتمون بسیار تنگ. آقای ولیزاده یک سوال اگه لطف کنید کوتاه به من جواب بدید و اون که شما اشاره کردید به اینکه بسیار تمایل برای یه خروج از کشور در بین روزنامه‌نگاران ایرانی خیلی زیاد شده به دلیل محدودیت‌های داخل، با این صحبت‌ها و عده زیادی هم که در زندان هستن از روزنامه‌نگار ایرانی، با این وضعیت شما آینده روزنامه‌نگاری در جمهوری اسلامی ایران رو چطور می‌بینید؟ متاسفانه در شرایط حاضر آینده روزنامه نگاری در داخل ایران به هر حال با شرایط خیلی بد و محدودیت‌های بسیاری مواجهه. فکر می‌کنم تصور من این هست که برای مطبوعات شاید روزهای سختری هم در پیش رو باشه، روزهای سختی به لحاظ حرفه‌ای. متاسفانه پیش از اینکه در این شرایط
مطبوعات به عنوان یا رسانه‌ها یا روزنامه‌نگاران به عنوان کسانی که میتونن با فعالیت مستقل و حرفه‌ای و رعایت کدهای جهانی اخلاق روزنامه‌نگاری به گونه‌ای در مورد حاکمیت جمهوری اسلامی اطلاع رسانی کنند که از اون مشروعیت زدایی کنند، وارد حوزه‌های دیگری شدند، یعنی به عنوان فعال سیاسی یا چریک یا نمایندگان احزاب دارند در مورد حاکمیت و دولت صحبت می‌کنند. و تصور من این هست که در آینده ممکنه این نوع از روزنامه‌نگاری خطر با خطرات بیشتری مواجه باشه و هر روز ما از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای فاصله بیشتری بگیریم، بی‌طرفی و سلامت کار رسانه‌ای بیشتر در ایران قربانی بشه. با توجه به این میزان از محدودیتی که در ایران وجود داره، ممکنه معترضین یا روزنامه‌نگارانی که در این شرایط قرار دارن، در شرایطی که با آزادی بیان بیشتری در اختیارشون قرار بگیره، اتفاقاً در معرض خطر قربانی کردن بیشتر دموکراسی و آزادی بیان قرار بگیرن. خیلی متشکرم رضا ولی‌زاده از شرکتتون در برنامه بباید دیگه. ممنون شما.